با عرض سلام خدمت همراهان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. امروز با یک ویدئوی آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم، پیرامون توضیحاتی راجع به اتوماسیون کانون دفاع از حقوق بشر. خب ما سیستمی رو راه اندازی کردیم که دیگه نیازی نباشه اعضای کانون بخوان از طریق واتساپ، تلگرام، ایمیل تماس گرفتن و و و با هم دیگه در تماس باشن. به صورت یک پارچه کلیه کارهایی که قرار هست یک شخص انجام بشه، مشخص بشه توی این یک سیستم، و این که هر شخصی بدونه که چه وظایفی داره و چه جایگاهی داره توی کانون، بالا دستیش یا همون در از سلسله مراتب رو بتونه متوجه بشه و حفظ کنه، و چندین مزیت دیگه که با هم دیگه میریم میبینیم. خب وقتی ما دیدیم نیاز هست چنین سیستمی، اومدیم و این سیستم رو پیاده کردیم که کارها به طریقی سازمانی تر و مرتب تر پیش بره. شما خیلی راحت میتونید به این قسمت دسترسی داشته باشید با مراجعه به وبسایت کانون به آدرس بشریت.org. وقتی که این وبسایت رو باز کردید به قسمت خدمات دیگر مراجعه کنید. توی این صفحه به سراغ سرویس اتوماسیون اداری برید. با کلیک کردن روی این سرویس باز میشه. من از قبل وارد سیستم شدم با یوزرنیم و پسورد خودم. در اصل یک یوزرنیم و پسورد تست ساختم. شما با صفحه ورود روبرو میشید که با وارد کردن ایمیل و پسورد خودتون چنین صفحه‌ای جلوی شما نمایان میشه. خب اول از همه من از بالا شروع میکنم. گزینه اول که گزینه مهمی هم هست، شکل یک زنگوله. این قسمت مربوط میشه به زمانی که یک وظیفه به شما اختصاص داده میشه. نگران نباشید، نگران این توضیحات نباشید. حالا تسک یا وظیفه همه رو آروم آروم با هم میریم جلو. یک مثال هم داریم، شما مشاهده میکنید که چه اتفاقاتی میفته. ولی خب من خیلی گذرا این گزینه ها رو میگم، یه گوشه ذهنتون داشته باشید. پس هر اتفاقی که توی این پلتفرم بیفته، اگه قرار هست شما کاری انجام بدید و یا وظیفه‌ای به شما انتصاب داده شده باشه، این زنگوله به صدا در میاد، قرمز میشه، در اصل به صدا در نمیاد، قرمز میشه و شما میتونید ببینید که چه اتفاقی افتاده. گزینه دوم گزینه اضافه کردن هست که امکان داره شما اینجا گزینه رو داشته باشید و یا نداشته باشید. بسته به نیاز شما ما این قسمت رو باز گذاشتیم و یا بستیم. ولی توی این سیستم به خاطر اینکه دسترسی این یوزر سطح دوم و سطح بالا هست، ما این گزینه رو باز گذاشتیم که ایشون بتونه تسک یا وظیفه تعریف کنه برای یک شخص، یک گروه، یک دپارتمان. گزینه بعدی مشخصات شخصی هست که وارد شده، در از مشخصات خود شما هست، دسترسیتون، نام و نام خانوادگیتون. امکان داره به اسم شما نباشه و به اسم اون پوزیشنی باشه که شما در کانون مشغول هستین. زیر اون هم ایمیل شما هست. اینجا میتونید خیلی ساده عکس رو عوض کنید، به روزرسانی مشخصات رو میتونید بزنید و مشخصات خودتون رو اینجا عوض بکنید. موضوع بعدی و موضوع مهم، موضوع تنظیمات نوتیفیکیشن ها هستش. اگر دیدید که دریافت نوتیفیکیشن ها، چون اینجا علاوه بر این زنگوله‌ای که من به شما نشون دادم، توی این قسمت همزمان یک ایمیل هم برای ایمیلی که شما ثبت کردید، یعنی این ایمیلی که اینجا به شما نمایش داده میشه، ارسال میشه و به شما اطلاع داده میشه که مثلا یک تسک به شما انتصاب داده شد یا تسک کامل شد یا تابلوی اعلانات اگه خبری باشه. اگه دیدید حجم ورودیتون زیاد هست، خیلی راحت میتونید از این قسمت تنظیمات نوتیفیکیشن بیاین و ببندید. بگین فقط نوتیفیکیشن میخوام، ایمیل هم میخوام و یا هیچ کدام رو نمیخوام دریافت کنم برای هر قسمت. خب این هم از جریان نوتیفیکیشن ها.
گزینه آخر هم تغییر رمز عبور هست که با انتخاب اون و وارد کردن رمز عبور جدید دوبار رمز عبورتون تغییر خواهد کرد. اما این گزینه تغییر زبان این سیستم هست. در حال حاضر ما به زبان فارسی و انگلیسی قرار دادیم. خیلی ساده، شما با انتخاب این گزینه میتونید زبان سیستم رو انگلیسی و یا فارسی در بیارید. میریم سراغ گزینه های حاشیه سمت راستمون. این قسمت گزینه اول که همون یک خلاصه ای از کل سیستم هست، وظایف منتظر فیدبک، وظایف در حال انجام، وظایف جدید که همه صفر هستن، اینجا به شما نمایش داده میشه. دپارتمان ها و قسمت هایی که شما مشغول هستین، این قسمت به شما نمایش داده میشه. یک ویوی کلی هست، اینجا دپارتمان هاتون دوباره هست، آخرین فعالیت هایی که انجام شده و آخرین تغییراتی که ایجاد شده برای شما. ناگفته نماند که شما تنها و تنها نوتیفیکیشن های مربوط به خودتون رو دریافت میکنید. به عنوان مثال اگر در کمیته آموزش هستید، دلیلی نیست که شما نوتیفیکیشن کمیته X رو دریافت کنید یا یک کمیته دیگه رو دریافت کنید. صرفاً و تنها توی کارهایی که شما قرار هست مشارکت کنید به شما نوتیفیکیشن و ایمیل ارسال میشه. گزینه دوم دوباره دپارتمان هایی هست که شما تو شرکت کردید. معمولاً یک دپارتمان بیشتر به شما انتصاب داده نمیشه مگر اینکه شما قرار باشه با قسمت دیگه ای از کانون در تماس باشید. به عنوان مثال اگر توی قسمت آموزش مشغول باشید و قرار باشه با قسمت رادیو همکاری داشته باشید، اینجا یک گزینه دیگه اضافه میشه و شما دو دپارتمان دارید، یکی دپارتمان خودتون و دیگری پل ارتباطی شما با دپارتمان بعدی که قرار هست کارهایی رو انجام بدید، با هم اطلاعاتی رد و بدل کنید. پس اینجا هم دپارتمان هایی هست که به شما انتصاب داده شده، چه اختصاصی شما و چه پل ارتباطیتون. زیاد دوباره این گزینه هم امکان داره نیاز نباشه واردش بشید، خب شما همیشه ثابت هست دپارتمانتون مگر اینکه پوزیشنتون تغییر کنه. گزینه مهم بعد گزینه وظایف هست. توی این قسمت اگر شما لولتون لول 1 یا لول 2 سطح بالا باشه و یا حالا لول 3 باشه و دسترسی برای شما باز باشه برای تعریف کردن وظیفه و یا تسک، شما میتونید تسک بسازید. اگه براتون تعریف نشده باشه که شما اجازه ساخت وظیفه یا تسک داشته باشید، این برای شما بسته خواهد بود. ما توی سطح دوم هستیم و برای تست برای این یوزر دسترسی رو باز گذاشتیم که ایشون بتونن بیان و تسک بسازن، وظیفه بسازن و انتصاب بدن به یک گروه شخص دپارتمان خاص. با همدیگه میریم و یک وظیفه میسازیم. این تیکه آموزش برای کسایی هست که این دسترسی براشون باز هست. اگر شما نیاز نیست که تسک بسازید، میتونید که این قسمت رو نادیده بگیرید، ولی خب پیشنهاد میشه شما هم ببینید، در حد شاید یک دقیقه تا دو دقیقه، بیشتر وقت شما رو نمیگیره این قسمت. خیلی ساده این گزینه قرمز رنگ به اضافه رو از گوشه بالا انتخاب میکنید، وظیفه رو انتخاب میکنید. اینجا دپارتمانی که قرار هست تسک بهش انتصاب داده بشه رو انتخاب میکنید. من یک دپارتمان به عنوان تست ساختم، پس میام اون اینجا تایپ میکنم تست. الان دو دپارتمان برای من اومد، میگه تست یک یا تست دو. من میگم میخوام برای دپارتمان تست یک باشه. یک عنوان انتخاب کنید، ارسال لیست اعضای جدید. پس یک عنوان هم برای اون تسک یا وظیفتون انتخاب میکنید که چه کاری قرار هست انجام بشه. یک توضیح کامل به عنوان انتخاب کنید، نمیخواد زیاد طولانی باشه و یا کم باشه که اصلا معلوم نباشه چی میخواید. تاریخ هدف، تا کی وقت هست که این تسک، این وظیفه تکمیل بشه. یک هفته، دو هفته، یک ماه، چقدر. پس تاریخ هدف رو من میزنم تا هفته دیگه 18. 7 روز فرصت هست این تسک کامل بشه. خب این تسک برای چه کسی یا کسانی هست؟ اینجا شما میبایست
اون لول بعد از خودتون رو و کلیه کسانی که قرار هست توی این تسک مشارکت داشته باشن انتخاب کنید. اگر که شما سطحتون سطح بالا باشه، شما تنها با انتخاب کردن نفر بعد خودتون میتونید این تسک رو پاس بدید. گزینه بعد گزینه اختصاص کاربران هستش، کاربر یا کاربران. اینجا شما میتونید این تسک رو پاس بدید یا ارسال کنید برای زیردستی خودتون. این سیستم، توی این سیستم سلسله مراتب خیلی مهم هست. شما باید مراقب این موضوع باشید که شخصی بایپس نشه، یعنی نادیده گرفته نشه، و یا تسکی رو اشتباهی به شخص دیگه‌ای منتسب نکنید که ایمیل براش بره و نوتیفیکیشن، چون شما برگردید پاک هم کنید دیگه ایمیل ارسال شده و ایشون وقتی بیاد توی سیستم نوتیفیکیشن رو ببینه ولی تسک رو نبینه زیاد جالب نیستش. خب من میگم که این تسک، چون خودم سطح دوم بودم، میگم این تسک برای آقای محسن سطح سوم هست، پس من نمیتونم بیام این تسک رو مستقیم بفرستم برای سطح چهارم. این تسک رو انتساب میدم به سطح سوم خودم و اینجا میتونم خودم رو هم انتخاب کنم. سعی کنید خودتون هم شامل این تسک بذارید که نوتیفیکیشن ها برای خودتون هم بیاد، بفهمید کجای کار هستید، تسک تکمیل شده، تکمیل نشده، و به این صورت بتونید کامل کنترل داشته باشید روی تسکی که شما تعریف کردید. میاید پایین تر، توضیحات رو میبینید. با روشن کردن گزینه توضیحات میتونید توضیحات کامل این تسک رو بنویسید. مثلا بنویسید گزینه های دیگری هم هستش. شما میتونید که وضعیت که باید جدید باشه چون شما تازه این تسک رو ساختید، اولویت بندیش به چه صورت باشه، نرمال باشه، فوری باشه، درصدش کم باشه، چجوری باشه، اینجا دوباره انتخاب میکنید. جزئیات دیگر رو هم میتونید از این قسمت اضافه کنید. ارسال رو الان میزنید. خب شما تسکتون رو ساختین و ارسال کردید. خیلی ساده این تسک ساخته شد و انتساب داده شد به این دو شخص که خودتون هستید و نفر پایین دستی شما. این شد ساختن تسک یا وظیفه و ما میریم سراغ گزینه بعدی. در یوزر بعدی که این تسک براش ساخته شد ما ادامه توضیحات تسک رو میگیم، یعنی ما الان توی پنل سطح دوم هستیم، میریم سراغ سطح سوم و میبینیم این تسکی که بهش انتساب دادیم به چه صورت برای ایشون نشون داده میشه. پس نگران این موضوع نباشید. گزینه بعد گزینه تابلوی اعلانات هستش که این هم شباهت زیادی داره به ساخت وظیفه. برای کسهایی باز هست که دسترسی بهشون داده شده برای ساخت اعلان یا اعلانات. اگر توی این قسمت داشته باشین ساختن، یعنی دسترسی ساخت اعلانات، یعنی دسترسی باز هست که الان برای این یوزر ما باز نذاشتیم و میریم سراغ گزینه بعدی. گزینه آپلود سنتر هست. اگر قرار باشه فایل حجمی بیش از 20 یا 30 مگابایت نهایت شما آپلود کنید و یا فایلی که موندگاری اون بیشتر از یک ماه باشه، شما باید از این گزینه استفاده کنید و فایلتون رو جای دیگه ای بارگذاری کنید که ما در ادامه میگیم. یعنی کلیه فایل هایی که شما توی این پلتفرم انتخاب میکنید، بارگذاری میکنید، همه باید به صورت تمپراری نهایت برای یک ماه باشه و زیر 30 مگابایت. اگر قصد داشته باشید فایل های حجم تری رو بارگذاری کنید، با انتخاب این گزینه میتونید اونها رو روی آپلود سنتر مدیافایر آپلود کنید که این رو هم با هم دیگه توی
یوزر بعد میریم و میبینیم. خب ما کارمون توی برای یوزر سطح دوم تموم شد. برای ادامه کار میریم سراغ یوزر سطح دوم که من از قبل باز کردم با یک مرورگر دیگه، چون همزمان نمیشه با دو سطح با دو یوزر مختلف با یک مرورگر باز کرد. مرورگر دومم رو باز میکنم، سطح هم شد سطح سوم. داشبورد رو که برام نمایان هست توی نظر اول میبینم که زنگوله من داره آلارم میده به من قرمز رنگ، مشخص است که یک وظیفه یا یک اتفاقی به من نسبت داده شده. من روش کلیک میکنم، یک مختصری از این نوشته شده: یک وظیفه به شما اختصاص داده شد، ارسال لیست اعضای جدید. من با انتخاب این گزینه میتونم مستقیم وارد اون تسک بشم و یا از حاشیه وظایف رو بزنم، چون این یک وظیفه است دیگه. رد کردن نوتیفیکیشن رو میزنم، خیلی ساده. یک ایمیل هم در این لحظه برای ایمیل من که به عنوان محسن ارسال شده، همزمان با این تسکی که همزمان با این آلارمی که اینجا داره. خب اینجا دپارتمان های من رو به هم میگه مجدد. شما توی دو تا دپارتمان عضو هستید. گزینه بعد وظیفه ای هست که به من انتصاب داده شده. من میام و میبینم این تسک اولویتش نرمال هست، تازه ثبت شده. با اگر دیدین که چنین صفحه جلوی شما باز بود، با انتخاب این گزینه شما تسکتون رو به این صورت میتونید ببینید، شکیل تر و قابل فهم تر هستش. خب این تسک توی خونه اول که جدید نام داره نوشته شده، یعنی اینکه تازه شروع شده. من تسک رو روش کلیک میکنم که باز بشه. توضیحات تسک رو میخونم. بعضی تسک ها هست که چک لیست اینجا لیست شده، به عنوان مثال فلان کار انجام بشه. 2, 3, 4, یا 5 تا گزینه اینجا هست که کنارشون میتونید تیک بزنید. اگر این تسک قسمتیش به شما مربوط هست، یعنی اینکه قرار هست مثلا این لیستی که اینجا نوشته شده 10 نفرش رو شما بیاین رد بکنید، خیلی ساده از قسمت ضمیمه ها فایلتون رو آپلود میکنید. گفتم مجدد هم میگم فایل شما بیشتر از 30 مگابایت نباید باشه، چون به سرعت پاک خواهد شد. در ادامه میگم که چی کار کنید اگر بیشتر از 30 مگابایت بود. خب با کلیک کردن توی این خونه، توی این قسمت، خیلی ساده میتونید فایلی که خودتون از اون برای جواب اون تسک ساختین آپلود کنید، که ما برای مثال مثلا یه دونه عکس اینجا آپلود میکنیم، پیش نمایشش هم برای ما میاد. و چنانچه که ما میانه راه باشیم، یعنی ما که سطحمون الان سطح سوم هستیم، قرار باشه این تسک رو ارسال کنیم برای سطح چهارم. خب یا اینکه کل تسک اصلا منتسب به ما نیست، مربوط به زیر دستی ما هست، پایین دستی عرض میخوام میگم زیر دستی منظور پایین دست ما هست، یا این که قسمتی از تسک ما بودیم و ادامه باید داشته باشه دیگه، بره برای شخص بعدی، اون زمان چه اتفاقی باید بیفته. خیلی ساده شما از این گزینه استفاده میکنید. توی این قسمت کاربران اختصاص داده شده، به اضافه رو میزنید، لیست اعضا میاد. شما که اسمتون محسن هست اینجا، انتخاب سطح بعدی شما میشه سطح چهارم. سطح سوم بودید، سطح چهارم رو انتخاب میکنید و به روزرسانی رو میزنید. قبل از زدن به روزرسانی اینجا رو ببینید، الان دو نفر هست، کسی که تسک رو ساخته و من. اگر من این گزینه رو بزنم و سطح بعدیم رو انتخاب کنم، نفر بعدی که قرار هست روی این تسک کار کنه به روزرسانی رو بزنم، این میشه 4 تا. قبل از زدن این گزینه این رو بگم که چنانچه این تسک قرار بود تا سطح دهم، پنجم، ششم، حالا هر چند تا بره جلو، به ما ربطی نداره به عنوان سطح سوم. ما تنها با سطح بالاتر خودمون و سطح پایینتر خودمون قرار هست در تماس باشیم. یعنی شما اینجا نیاز نیست سطح چهارم، سطح پنجم، ششم همه رو انتخاب کنید. نه، شما سطح چهارم رو انتخاب میکنید. شاید خود سطح چهارم گفت آقا من متقبل میشم، همه رو انجام میدم.
اگر ایشون تشخیص میده که اون وظیفه مربوط به چه کسی چه اشخاصی هست و بهشون انتصاب میده. پس خیلی ساده، شما سطح تنها پایین دستی خودتون رو انتخاب میکنید و به روزرسانی رو میزنید. خیلی ساده، یک نفر دیگه اضافه شد به کاربران. الان شخصی که شما انتخاب کردید توی پنل خودش مثل شما نوتیفیکیشن دریافت میکنه. با هم میریم توی پنل بعدی، یعنی یک سطح پایین تر، و این رو هم میبینیم با هم دیگه که به چه صورت خواهد بود. قبل از این ما میایم یک خلاصه ای رو میبینیم از تسکمون. گفته شده که تاریخ شروع که الان اینجا مشخص نیست برای این تسک، موعد مقرر مهم هست که تا 18 هم باید تکمیل بشه، وضعیتش جدید هست، اولویت بندی و الی آخر. توی این قسمت هم اگر شما نیاز باشه کامنتی بنویسید، می نویسید، مثلا برای نفر بعدیتون می نویسید که تا فلان قسمت انجام شد لطفاً نسبت به ادامه اقدام کنید، یا هر تسکی که دوست داشتید، هر کامنتی که دوست داشتید میتونید هم خالی بذارید اگر نیازی نبودش، و در پایان پست رو میزنید اگر که قرار بود شما کامنتی بذارید. پس این تسک الان بروز شد و تسک رو شما از حالت جدید به حالت در حال انجام در آوردید. پس شما باید این تسک رو از این قسمت بردارید و رها کنید توی خونه در حال انجام. این کار رو که انجام بدید برای بالا دستی شما و پایین دستی شما هم نوتیفیکیشن میره و هم تو دقیقاً چنین چیزی رو تو پنلشون میبینن، متوجه میشن که شما دریافت کردید و دارید روش کار میکنید. تسک از حالت جدید در اومده. پس حتما استارت تسک رو که زدید از جدید بکشین، بذارینش توی خونه در حال انجام. خیلی ساده دراپ اند درگ یا کشیدن و رها کردن میتونید این کار رو انجام بدید. پس محسن توی سطح سوم اومد یک مقدار روی اون وظیفه کار کرد و الان قرار هست نفر بعدی روی این تسک کار بکنه. مجدد تابلوی اعلانات و آپلود سنتر رو اینجا هم داریم. همینجور که مشاهده میکنید توی این قسمت محسن به عنوان سطح دوم سوم شخص این پوزیشن تابلوی اعلانات هیچ چیزی رو اینجا نداره، ولی برای این شخص توی تابلوی اعلانات یک گزینه هست. پس شما تابلوی اعلاناتتون هم صرفاً مباحثی که باید در جریان باشید رو در جریان قرار خواهید گرفت. اینم از جریان تابلوی اعلانات برای هر پوزیشن که متفاوت خواهد بود. آپلود سنتر رو هم میریم توی یک دسترسی پایین تر با هم چک میکنیم. خب محسن به عنوان سطح سوم کارش تموم شد، تسک رو پاس داد به شخص بعدی خودش که سطح چهارم بود. مجدد من اومدم یک مرورگر دیگه هم گذاشتم برای دسترسی شخص چهارم، یعنی آخرین شخص. هر شخصی هم زبان مختص خودش رو میتونه اینجا انتخاب کنه، یعنی من اگر انگلیسی دوست داشته باشم انگلیسی، یک شخص دیگه فارسی باشه فارسی، برای هر شخص این متفاوت خواهد بود. خب من این رو فارسی میکنم و ادامه ماجرا. مجدد من میبینم این زنگوله من قرمز شده، بازش میکنم و مشاهده میکنم که 3 دقیقه پیش یک تسک به من انتصاب داده شد. بعدش این تسک وضعیتش تغییر کرد، یعنی از جدید اومد شد در حال انجام. توسط کی؟ توسط بالادستی من. اینجا هم نوشته شده که محسن توی سطح سوم وضعیت این وظیفه رو تغییر داده 2 دقیقه پیش. برو ببین که چی به چی هست. من رد نوتیفیکیشن ها رو میزنم و میرم سراغ ادامه ماجرا. من وظیفه رو و قسمت وظیفه رو باز میکنم و مشاهده میکنم، مجدد توضیحات رو میبینم که چی به چی هست. اگر بالا دستی من کامنتی برای من گذاشته میخونم، اگر که چک لیستی هست چک میکنم و توی جریان قرار میگیرم. الان قرار هست که من این تسک رو، به عنوان مثال من آخرین نفری هستم که دیگه این تسک رو قرار هست تکمیلش کنم. پس میام فایلی که قرار بوده رو اینجا آپلود میکنم. مجدد اگه فایل من زیر 30 مگابایت بود به این صورت میام و قرارش میدم. فایلتون میتونه عکس باشه، میتونه ورد باشه، میتونه ویدیو باشه، صدا باشه، هر چیزی باشه، ولی زیر 30 مگابایت.
خب این هم از فایلی که آپلود کردم. کامنتی هم اگه داشته باشم میذارم اینجا. حالا اگر من آخرین نفری باشم که روی این تسک کار میکنم، اوکی. ولی اگر کسی دیگه بعد از من باشه، مجدد این به اضافه رو میزنم و نفر بعد رو اینجا انتخاب میکنم، تنها نفر بعد از خودم رو، 100 پوینتر خودم رو و الی آخر. پس این شد جریان اختصاص کاربر به هر تسک یا وظیفه. حالا به شما گفته بودم اگر فایلتون زیاد شد چه کار باید انجام بدید. خیلی ساده، شما میایید توی قسمت آپلود سنتر، آخرین گزینه انتخاب میکنید، وارد وبسایت مدیا فایر میشید. توی این وبسایت تنها چیزی که تو وسط صفحه به چش شما میخوره آپلود فایل هست. شما با انتخاب این گزینه وارد یک صفحه میشید. توی این صفحه شما قرار هست که فایلتون رو بارگذاری کنید. چون که شما ثبت نام نکردید، فایل بیشتر از 1 گیگ نمیتونید آپلود کنید. اگر ثبت نام کنید توی این پنل، این 1 گیگ میشه 10 گیگ و سری دیگه که نام کاربری و پسوردتون رو بزنید و وارد این پنل بشید، این گزینه به 10 گیگ تغییر میکنه، فایلاتون هم به شما نمایش داده میشه که خیلی ساده از این بالا میتونید ریجستر بکنید. حالا چنانچه دوست داشتید خودتون باز میتونید، اگه دوست داشته باشید به جز اکانت فری هم انتخاب کنید که پیشنهاد نمیشه. الان شما بیسیکتون تا 10 گیگابایت بهتون فضا میده و میتونید روش کار کنید، رایگان هم هستش. پس فایلتون رو اینجا آپلود میکنید. چجوری؟ با همدیگه میریم و یه دونه فایل آپلود میکنیم. پس ما میایم توی این قسمت، اگه دوست داشته باشیم ریجستر میکنیم، اگه هم نه فایلمون آنچنان نیازی نیست که ریجستر کنیم، تنها یک لینک نیاز داشته باشیم، آپلود رو میزنیم. توی این قسمت میتونید کلیک کنید و یا این که بیاید و اد فایل یا فولدر، حتی میتونید فولدر اینجا بسازید. با انتخاب این گزینه میتونم فایلم رو انتخاب کنم، فایل هایی که بیشتر از 30 مگابایت هست تا 1 گیگ بدون ثبت نام میتونید اینجا آپلود کنید. خب من برای تست میام و یک فایلی دارم 54 مگابایت هستش، بیشتر از 30 مگابایت آپلود میکنم. چنانچه چندین فایل داشتید، فایل هاتون رو به حالت زیپ در بیارید و سپس اینجا آپلود کنید. به حالت زیپ، نه رار. این فایل رار هست و اون شخص گیرنده باید وین رار داشته باشه، ولی اگر زیپ باشه نیازی نیست اون شخص هیچ نرم افزاری نصب کنه، خیلی راحت میتونه آن زیپ کنه. شما فایلتون رو به این صورت آپلود میکنید. خب گزینه بینگ آپلود رو من باید میزدم، الان زدم و این فایل داره آپلود میشه. اگر چند فایل باشه زیر هم توی این قسمت میان و لیست میشن. خب فایل شما کامل شد، اینجا نوشته شده کامپلت. اینجا میتونید خیلی ساده بزنید کپی لینک و بیاین توی برگردین توی پنل کاربری خودتون. توی این قسمت توی وظایف، وظیفه‌ای که بهتون اختصاص داده شده رو باز کنید. همینجور که میبینید شما میتونید اینجا فایل خودتون رو حذف کنید، ولی دسترسی برای حذف فایل دیگران نخواهید داشت. اینجا میتونید توی قسمت کامنت عنوان کنید، مثلا لینک فایل، کنترل رو نگه دارید، اینتر رو بزنید که یک خط بیاد پایین، یا اینتر رو بزنید فرق نمیکنه، اینتر هم بزنید یک خط میاد پایین. فایلتون رو پیست کنید، لینکش رو، و پست کنید. این لینک به این صورت اینجا نمایش داده میشه به نفر بعدی ما که ایشون میتونه لینک رو برداره و بذاره. چنانچه لینکتون خیلی طولانی بود، سایت هایی هستن که لینک رو کوتاه میکنن، از اونها هم میتونید استفاده کنید و لینک رو اینجا قرار بدید. این هم از جریان قرار دادن لینک. حالا من اگر اینجا بیام و این لینک رو بگیرم، کنترل سی که همون کپی میشه بزنم و بیام اینجا پیست بکنم لینک رو به عنوان اون شخص گیرنده، میام اینجا دانلود رو که بزنم، فایل
دانلود برام میشه. پس نگران این هم نباشید که این چی هست و چه قراره بشه. پس من خیلی ساده اومدم فایل های حجیمم رو بارش رو انداختم روی وبسایت های رایگان مثل مدیا فایر. اگر شما پایان این تسک بودید و دیگه کار تکمیل شد، تسک رو بر ندارید بذارید توی قسمت کامل شده، بذارید منتظر فیدبک. منتظر فیدبک که گذاشتید، اون شخصی که این تسک رو تعریف کرده چک میکنه این رو بالا دستی، اگر اوکی بود این تسک رو میذاره توی خونه آخر، یعنی کامل شده. پس شما چون خودتون این تسک رو ساختین، امکان داره جایی کم و زیادی چیزی باشه. منتظر بمونید، بذارید توی قسمت منتظر فیدبک تا اون بالا دستی شما اقدام کنه نسبت به این. ایشون تصمیم میگیره که این کار تکمیل شده یا نه. اگر این کار تکمیل شده بود، بالا دستی باید این رو بذاره توی این قسمت. اگر که هنوز مشکل داشت، از این قسمت دوباره بر میداره میذارتش توی خونه اول. تسک هستش، مشخصاتی که آپلود شده هستش، ولی ایشون باید دلیل بنویسه که چرا این تسک رو ناتمام عنوان کرده. میاد توی قسمت ارسال کامنت مینویسه که اینجا صفحه فلان، پیج فلان مشکلاتی هست، بررسی کنید و سپس اون رو توی قسمت منتظر فیدبک بذارید. این کار تکرار میشه تا زمانی که بالادستی این رو اعلان شده کامل شده اعلان کنه و پایان تسک شما خواهد بود. زمانی که تسک کامل شد، فایل ها دریافت شدن، تسک ها میرن برای بایگانی شدن. ما حساب میکنیم که به عنوان بالا دستی ما این رو میذاریم توی قسم فیدبک، یک ست ما اینجا بودیم، ما شخص آخر اینجا بودیم، به عنوان شخص آخر این رو گذاشتیم توی آخرین خونه. بالا دستی ما میاد اینجا، میبینه دوباره زنگولش به صدا در اومده، میبینه که تغییر وضعیت داده شده، میاد این رو چک میکنه، اگر فایل اوکی بود این رو میذاره خونه آخر، اگه نه برمیگردونه. ما به عنوان سطح سوم هستیم در حال حاضر. حساب میکنیم که این تسک اوکی بوده، تکمیل شده، رفته برای کامل شدن. خب این که کامل شد، اون شخصی که سطح دوم ما بود، یعنی همونی که تسک رو ساخته بود، اینجا دوباره زنگوله رو میبینه. اگر اینجا دیدید هنوز تو خونه اوله، کافی صفحه رو رفرش کنید یا به روز رسانی کنید. البته من توی تابلو اعلانات هستم، توی قسمت وظایف این تسک میاد و میره توی آخرین خونه قرار میگیره. اگر این صفحه بزرگ بود، با کنترل مثبت یا کنترل منفی صفحه رو کوچیک یا بزرگ میتونید کنید. خب رسیدیم به سطح دوممون. شخصی که تسک رو ساخت میتونه ببینه که زنگوله قرمز شده، همه اینجا توضیحات نوشته شده چه اتفاقاتی روی این تسک افتاده تا رفته و برگشته برای من. و یا خیلی ساده توی این صفحه وظایف میتونه ببینه الان دو تا قرمز ما اینجا داریم، یعنی یک فایل اتچ شده، یک کامنت، حداقل یک کامنت جدید هم هست. پس باز میکنه و این رو میبینه. ایشون فایل رو بر میداره چون تکمیل شده، هر جایی که دوست داشت استفاده میکنه، دانلود رو میزنه و در پایان ایشون هستش که تصمیم میگیره که این فایل بایگانی بشه، که در حال حاضر دسترسی برای ایشون هم بسته است. ولی خب اگر نیاز باشه که ایشون دسترسی به بایگانی کردن داشته باشه، مثل گزینه حذف که اینجا هست، یک گزینه دیگه اینجا اضافه میشه و ایشون این تست رو انتخاب میکنه که بایگانی بشه. به همین راحتی ما یک تسک تعریف کردیم تا شخصی که تسک رو تکمیل میکرد رفتیم و با همدیگه برگشتیم، فایلی آپلود کردیم روی مدیا فایر، لینک قرار دادیم، با همدیگه تابلوی اعلانات رو هم دیدیم و متوجه شدیم که این سیستم به چه صورت کار میکنه. این آموزش همینجا به پایان میرسه. چنانچه ما آموزش جدیدی داشته باشیم، ویدئوی مجزا ضبط خواهیم کرد و به اطلاع شما خواهیم رسید. موفق و پایدار باشید.
برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.